بیشترین بحثی که در رابطه با ورزش کشیگرج میشه اینه که آیا این ورزش واقعیه یا نمایشی. در رابطه با این موضوع ویدیوی قبلا درست کردم که میتونید بالا روی لینکی که ظاهر میشه کلیک کنید و ببینیدش. توی اون ویدیو این ورزش رو کامل تعریفش کردم و تا جایی که تونستم با بیانی ساده موضوع رو بررسی کردم، ولی خب استفاده از کلمات قلمبه سلمبه شاید باعث بشه که بعضیا باز هم متوجه نشن داستان از چه قراره. در نتیجه تصمیم گرفتم که تو خود یوتیوب این موضوع رو سرچ کنیم و ببینیم چه ویدیویی به زبان فارسی وجود داره که در رابطه با اینکه کشتیگرج واقعی یا نمایشی صحبت کرده باشه. قبل از اینکه سرچ کنیم تو یوتیوب دو موضوع رو میخوام بگم. یکی اینکه راندا راوزی، کسی که توی UFC خودش رو خیلی بزرگ میدونه، توی WWE تقریبا فعالیت یه ساله‌ای داشته. علاوه بر اینکه به هواداران این ورزش خارج از دوربین WWE بد و بیرا بار کرده، عملاً گفته کشتیگرج فیکه که باعث شده کشتیگران دیگه واکنششون بدن و بگن چی داری واسه خودت بلغور میکنی؟ که به نظر من این حرکت راندا راوزی فقط به خاطر این بوده که تو چشم بیاد و از حاشیه و اخبار رسلینگ عقب نیفته، که در مجموع این حرکت یه حرکت چیپه که از این شخصیت به نمایش گذاشته شده. مثل این میمونه که من میام توی فضای یوتیوب از یه یوتیوبر دیگه بد بگم و یه جوری خرابش کنم و اسممو تو مسیر هیت بندازم سر زبونها. به نظر من هر کسی که داره فعالیت میکنه و موفق شده شما رو سمت خودش بکشه و سرگرمتون کنه، کارش قابل تقدیر و قطعاً برای سرگرمی و نباس رفتار دیگران رو الگوی خودمون قرار بدیم. از موضوع اصلیمون فاصله نگیریم و بریم سر وقت موضوع دوم. وقتی میخوایم برای چیزی برچسبی بزنیم، باس معنی کلماتی که به کار میبریم رو بدونیم. وقتی میگیم نمایشی، باس نمایشی رو هم تعریفش رو بلد باشیم. نمایشی یعنی یه سناریوی نوشته میشه و طبق اون سناریو جریانات اون شو جلو میره و قطعاً توی این داستان کسی آسیب جدی نخواهد دید. مثل این میمونه که توی فیلمی که داریم میبینیم شخصیتی از فیلم میمیره، ولی خب تو واقعیت که نمیره. پس به کار بردن نمایشی برای ورزش رزمی به نام کشتیگرج اشتباهه، و چه بهتره که به جای نمایشی بگیم سرگرمی، مثل مخفف شدن انترتیمنت در اسم کمپانی WWE. بریم ببینیم توی یوتیوب چه خبره. کل یوتیوب رو به زبان فارسی بالا پایین کنیم، دو تا ویدیو در رابطه با این موضوع وجود داره. یکی از کانال افس تیویه و اون یکی هم ویدیوی از کانالی با نام The Game 3-6. جالبه. بقیه ویدیوها در رابطه با این بحث کپی شده از این دو تاست و خارج از این دو ویدیو اطلاعات درست حسابی دریافت نمی کنید. بریم ببینیم کانال افس تیوی در رابطه با اینکه کشتیگرج واقعی یا نمایشی چه چیزی رو در اختیارمون قرار میده. کشتیگرج یا WWE که به من خب همینجا ابتدا کشتیگرج یا WWE بس بگم که کشتیگرج یه ورزشه که کامل تو ویدیوی کشتیگرج یا کشتیگرج توضیح دادم که این ورزش از کجا اومده و چی بوده داستانش، و اینکه WWE یه کمپانیه که این ورزش رو ارائه میکنه. پس وقتی میگیم کشتیگرج یا WWE یعنی کل کشتیگرج رو تو WWE خلاصه کردیم، که این تعریف زیاد درست نیست. یه مسابقات جهانی کشتی سرگرمیه، در واقع حرکات کشتیه که به صورت حرفه‌ای و برنامه ریزی شده انجام میشه. کشتیگرج دقیقا مثل یک فیلمه و بازیگران اون به جان هم میافتن و به ظاهر همدیگر رو کتک میزنن، اما در واقع این چنین نیست. تمام حرکات آنها قبلا برنامه ریزی شده و اونها هیچ آسیب جدی نمیبینند. یه سوال، آسیب دیدگی. ورزش‌های مختلف، چه فوتبال، بسکتبال، ورزش‌های رزمی، همه تو روند مسابقات ممکنه مصدومیت براشون به وجود بیاد، اما اگه به آمار مصدوم شده فقط در WWE نگاه کنیم میبینیم که خیلی بیشتر از ورزش‌های دیگه است. همین چند روز پیش نایا جکس بار دیگه کایری سن رو میکوبونه به پلکان فلزی و یه چاک تو سر کایری هک میکنه. پس این که گفته میشه تمام حرکات کشتیگیران برنامه ریزی شده است و هیچ آسیب جدی نمیبینن، نمیشه 100% ردش کرد، نمیشه هم 100% قبولش کرد. کل جمله مشکل داره. چرا؟
وقتی میگیم تمام حرکات یعنی این تعریف برای همه سنده که هر کی دو بار مسابقات رو دیده باشه میبینه که اینطور نیست. ما حتی حرکاتی داریم که از طرف WWE بن شدن و توی روند مسابقات حق ندارن کشتیگران ازشون استفاده کنن، مثل اخیراً که گفتن باکل بامب به لیست حرکات بن شده اضافه شده. راجع به برنامه‌ریزی شدن و فیلم بودنش تا حدودی درسته. مثلا دفیند بری وایت یه شخصیت هیل و اهریمنی رو داره جلو میبره، و یا اینکه لانا میاد اعلام میکنه که با بابی لشلی در ارتباط و لیو مورگان سر کلش پیدا میشه و میگه با لانا رابطه داشته، و قطعا این داستانا توی ریال لایف به این شکل نیست. پس میشه گفت تمام این کارها برنامه ریزی شدن و مثل فیلمه و قطعا هم باید همین جوری باشه چون برای سرگرمیه. و اینکه گفته میشه هیچ آسیب جدی نمیبینن جوکه، کلی کشتیگیر وجود داره که آسیب دیدن و دیگه نتونستن مثل سابق توی مسابقات حاضر بشن، مثل تایسون کید و پیج. خب ادامه ویدیو رو ببینیم. اینکه پیش بیاد اینه که آیا در کشتیگیر واقعا پرش ها و کتک ها انجام میشه؟ بله اونها میپرن، سقوط میکنن، ولی رینگ مسابقه یا زمین مسابقه به صورت کاملا ضربگیر طراحی شده و همچنین اونها با تمرین یاد گرفتن تا بدون آسیب سقوط کنن یا زمین بخورن. و اگر درگیری های اونها رو به دقت مشاهده کنید مشخصه که اونها در واقع موقع پرش روی هم یا با بلند کردن یکدیگر به هم کمک میکنن. تمام درگیری ها بین بازیگران و داور و گزارشگرها همه فیلم و ساختگیه. اما بریم رینگ مسابقات، چیزی که هدف دونیت قرار گرفته و قراره که در رابطه با این موضوع ویدیویی درست بشه. پس تمام صحبت های لازم در رابطه با رینگ توی اون ویدیو وجود داره و کافیه که هدف دونیت پر بشه. بقیه صحبت هاشون هم به غیر از بحث رینگ در این رابطه میشه گفت درسته. سراغ سوال بعدی، آیا ضربه های صندلی و شکستن میز در کشتیگیر واقعیه؟ نخیر، اینها همه ساختگیان. میزها از چوبهای بسیار شکننده و سست طراحی میشن. صندلی‌ها همه از جنس بسیار سبک هستن و همچنین ضربه ها به جاهایی زده میشن که بازیکنها صدمه نبینند. جالبه بدونید که ضربه های نردبان و پتک و چکش ها هم با تمرین بسیار زیاد و ساختگی انجام میشن و به این صورت که ضربه کاملا کنترل شده و بدون فشار وارد میشه و بازیکن دریافت کننده ضربه در زمان مناسب در جهت موافق با ضربه خودش رو حرکت میده و شما فکر میکنید که واقعا ضربه ایجاد شده. در واقع مسابقات از فریب ذهن و خطای چشم بیشترین استفاده رو میکنه. سوال سوم، وسایل توی مسابقات کشتیگیر. کامل در رابطه با این موضوع صحبت کردم و تک تک وسایل رو زیر ذره بین قرار دادم که میتونید روی لینکی که بالا ظاهر میشه کلیک کنید و ببینیدش. این ویدیو توسط یوتیوب دیمانیتایز شده و درآمدی از این ویدیو به دست نمیاد و وقتی از ساپورتشون پرسیدم که چرا این ویدیو دیمانیتایز شده، گفتن که ما نمیتونیم دلیلش رو بهتون بگیم و مرسی از یوتیوب که اینجوری داره با ما رفتار میکنه. همون بهتر که بهش سنگ بزنن. بارها گفتم که کشتیگیر نوعی از دفاع شخصی رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی وقتی طرف تو خیابون چاقو کشید جلوت، سینه رو سپر نکن برو جلو چاقو، بلکه تو حالتی تسلیم اون حرکت رو دفع کن. یعنی مشک میاد تو صورتت، جلوش وانست و هم جهت با مشت حرکت کن تا آسیب کمتری بهت وارد بشه. آیا تا به حال کسی در کشتیگیر مرده؟ بله، متاسفانه با وجود تمرینات بسیار این حرکات به دلیل اینکه زنده انجام میشن و از جلوه های ویژه استفاده نمیشه، تمام بازیگران اون به شدت در خطر هستن و حتی برخی در رینگ جانشون رو از دست دادن. برای مثال اوون هارت در سال 1378 در هنگام شروع مسابقه قبل از اینکه وارد رینگ بشه در هنگام انجام شیرینکاری اولیه یا همان کوری خواندن به دلیل پاره شدن طناب از 20 متر ارتفاع سقوط کرد و در سن 34 سالگی از بین رفت. از بین رفت خب زیاد جالب نیست استفادهش. یک کشتیگیر بزرگی بوده که از ارتفاع 78 فیت یا 24 متر در حین مسابقه در پیپرویو اوور دی ایج 1999 به پایین میفته و به شکل خیلی بدی به طناب‌های رینگ برخورد میکنه و از دنیا میره، روحش آزاد. و کلن این بحثی که الان انجام دادی این بوده که کشتیگیرانی بودن که توی رینگ جونشون رو از دست دادن و این حرکات به صورت زنده برگزار میشه و جلوه‌های ویژه‌ای وجود نداره، البته به غیر از گلکاریشون توی رسلمنیا 36 که بدون تماشاچی برگزار شد. کل حرفای این بخش کل ویدیو رو
میشوره میبره دیگه، خودتون دو دوتا چارتا کنید متوجه میشید. اما بریم سراغ سوال چهارم که میدونم همه تون دوست دارید در موردش بدونید. چطور میشه وارد مسابقات کشتی کج شد؟ برای شرکت در این مسابقات بعد ابتدا هیکل بزرگی داشته باشید. درسته درسته، مثل ری مستریو، الکسا بلیس، دریک مبریک، هورنسواگل، کالیسو، ایجلی و غیره و غیره، و باید چندین سال ورزش هایی مثل بدنسازی رو انجام داده باشید. شما اصلا مستقیم میتونید برید کشتی کج رو یاد بگیرید بدون اینکه نیاز به بدنسازی داشته باشید یا اینکه هنرهای رزمی دیگه بلد باشید. این همه ویدیو از تاریخچه کشتیگیران درست کردم و اگه دیده باشید میبینید که هر کدومشون به شکل‌های متفاوتی وارد این حرفه شدن و در کنار اون حداقل 5 سال کشتی کار کنید تا حرفه‌ای بشید. اصلاً تو زمینه آموزش تعریف زمان کمدیه. دیدید میگن تو یه هفته تضمینی زبان انگلیسی رو از بر بشید. جوکه. کسی گفت تضمینی بهتون یاد میدم زیپو بکشید پایین و زیگزاگی تو صورتش دیگه خودتون میدونید. از اینکه توی کشتی و بدنسازی کمی حرفه‌ای شدید، بعد هنرهای کشتی کج رو که بیشتر نمایشی هستن رو یاد بگیرید و بعد از اون خودتون رو به کمپانی‌های برگزار کننده این مسابقات مثل WWE یا TNA معرفی کنید و تقاضای مبارزه کنید. و در نهایت سوال آخر و سوال پنجم، فرق کشتی کج با UFC چیه؟ UFC یک سری مبارزه واقعیه که ترکیبی از هنرهای رزمی مختلف مثل بوکس و کنفوه. UFC واقعیه ولی ممکنه برای جذابیت اون کمی بازیگری هم چاشنی کارش بکنن، ولی مثل کشتی کج ساختگی نیست. دوستان عزیز حتما دنیای UFC با پروسلینگ متفاوته. UFC مسابقاتش توی قفس برگزار میشه و مشابه گلادیاتورها به مبارزه میپردازن. گلادیاتورها چیکار میکردن؟ بلا نسبت مثل حیوان به جون هم میافتادن و جلوی اون پادشاه و مردمی که برای تماشا اومده بودن میجنگیدن و کسی که از توی این مبارزات زنده بیرون میومد آزاد میشد. پس اسیر بودن که برای آزادی باز همدیگر رو میکشتن. یه چیزی تو مایای الانه، هیچ فرقی نداره، فقط یکم خوشگلتر شده و مدرنتر شده و هدف به جای آزادی شده پول، شهرت. اما پروستینگ اصلش حالت زورخونه ای داره که قبلا تو ویدیوهای مختلف گفتم و تکرار مکررات زیاد جالب نیست. یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم. کشتی کج یه ورزش ترکیبی است. ترکیبی از فنون رزمی، حرکات آکروباتیک، درگیری‌های خیابونی و با کمی چاشنی تئاتر که برای سرگرم کردن و صد البته درآمد به وجود اومده. این ویدیو رو هم بررسی کردیم تا تقریبا تمام شک و شبهه‌ها رو از بین ببریم و دیگه فکر نکنم سوال دیگه وجود داشته باشه. با این حال نظراتتون رو حتما کامنت کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگه جدید هستید همین الان کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید. در ضمن با استفاده از raymit.ir/thegame666 میتونید من رو دونیت کنید. مثل همیشه تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید.